رهبر 13 ساله افغانستان برای آخرین بار به حیث رئیس جمهور کشور به ماینه قطعه ویژه تشریفات ارگ ریاست جمهوری می رود. قرار است حامد کرزی تا لحظات دیگر فرجامین سخنرانیش را به حیث رئیس جمهور منتخب مردم افغانستان در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایراد کند. من در حالی که امروز کولبار سفر 13 ساله خدمت به افغانستان را به رئیس جمهور جدید کشور می‌سپارم، در قدم اول از ملت شریف افغانستان ابراز سپاسگزاری می کنم که تا این دم مرا با حوصله‌مندی همراهی کرد. تا این دم بار افغانستان زنده باد ملت سرفراز. و این گونه کار رئیس جمهور کرزی تمام شد و رئیس جمهور کرزی به رئیس جمهور متقاعد مبدل شد. حامد کرزی خوش اقبال ترین زمامدار افغانستان است که به گونه مسالمت آمیز اقتدارش را به جانشین جدیدش دکتر محمد اشرف غنی واگذار می کند. رازم بارکس. منم نشه. رازم بارکس. جزاس. ما خواهش کنم مهربانی مبارک. شهلا خواهش کنم زر بارکس. حامد کرزی در نهم قوس سال 1336 در روستای کرز قندهار متولد شد. پدر بزرگ حامد کرزی خیر محمد خان نام داشت که روزگار معین مجلس اعیان افغانستان بود. عبدالاحد کرزی پدر حامد کرزی از بزرگان قبیله پوپلزایی بود که از آدرس همین قبیله در دهه 60 عضویت پارلمان را نیز به دست آورده بود. حامد کرزی دوره ابتدایی را در مکتب محمود هوتکی و سید جمال الدین افغان آموزش دید و سپس وارد لیسه حبیبیه شد. حامد کرزی از تحصیل کرده های هند است. او ماستری خود را در روابط بین الملل و علوم سیاسی از دانشگاه سمله هند به دست آورده است. حامد کرزی انگام تجاوز شوروی سابق به افغانستان از هند به پاکستان رفت و شامل تنظیم جبهه ملی نجات افغانستان به رهبری صبغت الله مجددی شد. حامد کرزی پس از شکست حکومت دکتر نجیب الله آخرین رئیس جمهور نظام کمونیستی در کشور و با تشکیل حکومت مجاهدین در سال 1368 در پشاور ریاست روابط خارجی نخستین حکومت موقت مجاهدین را عهده‌دار شد.
زمانی که حکومت مجاهدین به رهبری استاد برهان الدین ربانی تأسیس شد، حامد کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان شد. اما اینکه چرا او از وظیفه‌اش در دوران مجاهدین کنار رفت، روایت‌های متفاوتی وجود دارد. بزرگترین دستاورد حکومت حامد کرزی پیدایش و رشد رسانه‌های آزاد در افغانستان است. حامد کرزی در 13 سال حکومتش به بزرگترین دستاورد حکومتش به دیده شک می‌نگریست. رسانه‌های مستقل در کشور را دنبال رو سیاست‌های غرب دانسته و خبرنگاران جوان در کشور را ستی‌نگر می‌پنداشت. حامد کرزی در دوران حکومتش به هیچ رسانه نرفت و ده‌ها مصاحبه با رسانه‌های خارجی انجام داد و اما شمار گفتگوهایش با رسانه‌های ملی به شمار انگشتان یک دست هم نمی‌رسد. آخرین روزهای کار رئیس جمهوری است و من درخواست به تصویر کشیدن انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و فرجامین روزهای کاری رهبر مقتدر افغانستان را کردم. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور فرصت ثبت این مستند را برایم فراهم ساخته و اما اختیار دسترسی به رئیس جمهور کرزی مربوط به خودش است. یک صبح آفتابی، خلاف معمول، در انحصار محافظان ویژه ریاست جمهوری و در انتظار رئیس جمهور کرزی. صبح وقت است و اونجا دری است که 13 سال گذشته رئیس جمهور کرزی از اینجا آمده و به دفتر کارش میره، جایی که بزرگترین تصمیمات در مورد افغانستان گرفته میشه. در باز شد و رئیس جمهور افغانستان در حال آمدن. سلام رئیس، سپاسگزار هستم. صحبتان بخیر. سلامت هستین. من عبدالله خنجانی هستم، خبرنگار تلویزیونی. خوش باشین. بسیار تشکر. سلام به شما. سلام عبدالله. سلام بچه‌ها. سلام جوسفیت. تیار تکرستین؟ خوب هستین؟ قدم برداشتن با رئیس جمهور افغانستان که معروف است به سرعت رفتن در راه و شتاب زدگی بسیار سخت است. رئیس صاحب سپاسگزار هستم از شما. خوش رئیس صاحب، چه احساسی دارین که پس از این رئیس جمهور افغانستان نیستین؟ خوشحالی. ناشی از چی میشه؟ خب این که 13 سال سفرات تایی کردیم با تمام مشکلات و جنجال های بزرگی که به سر رای ما بود، مملکت با قدم های گذشت به طرف آینده بهتر، اولادای ما به مکتب رفتن، شناخت جهانی پیدا کردیم، خانه ما، وطن ما صاحب حریم شد، بیرق ما به اعتزاز آمد، از یک دوره انتقال و آغاز نوسازی و بازسازی قدم گذاشتیم به مرحله بعدی که در اونجا ساختارهای مملکت محکمتر شوند، نهادهای مملکت بهتر شود و کشور ما به طرف ترقی و آبادانی بهتر قدم بگذارد. دیگه خودش کنان یک کنه بست، یکی یک رئیس جمهور میره، دیگر رئیس جمهور میه و یک رئیس جمهور استقبالش میکنه و خانه رو باش تسلیم میکنه و دفتر رو باش تسلیم میکنه. یه فیوالست یک کشور میکنه، کار نیکست. دکتر صاحب اشرف غنی قبل از تعلیف اینجا آمده در کنار شما. دکتر صاحب اشرف غنی به اونجا دعوت کردیم، تشریف آوردن روزی که ویران شد. عین قبالش برسنگ زنیم که میشه تشریف بیاریم که اون هم آرام باشن، اون هم آرام بستن نشن، دوات شفای در اینجا هستن و تمام از این ساحر به احتیارشون گذاشتیم. دفتر هم کارست برشن روز یکشن بی بخیر دفتر باشن کار می باشن. ما هم این روز هم باید هستیم که بخیر برم به خانه زمان باز نشستگیم، زمان تقاوی. در کجا هستی خانه ریسه؟ پشتر چی هست؟ همینجا پشتر پشتر عرب؟ پولیس هم چیم؟ بین اسپاره تشکیل خانه افسال است. رئیس صاحب، دلیل چی شد که خانه که بر شما در داخل ارگ
قبول کرده بودن، شما نخواستین در اوجا، هرچند شما پیشتر در این مورد گفتید. اون خوره در داخل عرق نیست، متصل به عرق است. متصل به گذر، باید شما نمید اوجا است. اون خوره رو ماجور کردیم. اول که نقشه شد، اون سهار دیدیم تقریبا 7 چیلی زمین بود بسار اجای الله. نقشه شد و نقشه شد دیدیم، این نقشه مقبول و خانه بار معلوم میشد، این جای خوب. بسان که تیار شد، اول ما متوجه شد. سلام بارمی، سلام تپیتون، تپیتون نظر نظر. بسان که تیار شد، جور شد، دیدیم که از برسندگی وطنی ما مردم افغانستان بسان مفشن بود. بسار کلان بود و بسار زیبا بود، بسار دارفای کلان بود و جای خوب شد. دیگه ما مناسب نبود. رئیس باید شوخی. بعضی ها تبصره میکنن که بسیار سخت است رئیس جمهور متقاعد متصل به ارگ زندگی بکنه، ببینه کسی دیگه در قدرت آمده با در نظر داشت و واقعیت های تاریخی در افغانستان که کمتر واقع شده کسی ارگ رها بکنه. با شما چون احساسی نداشتید؟ نه قطعا بسیار خوش است، بسیار آرام است، این روزا خوب خواب میکنم، خوب بسترات میکنم. بگم باید با حکومت وزیفه است، حکومت جایداد نیست، حکومت وظیفه است. بود ما وظیفه خود بم مدتی که برای ما سپرداشت از طرف مردم افغانستان انجام بتیم، یعنی ما در نوکری مردم افغانستان استیم، اینجا ما نهیم رئیس نوکر مردم افغانستان، اون نوکری رو باید با مردم داره به خوبی انجام بتیم. با زمان از اون نوکری که برای شد اون رفت افغانستان با خدمتکار نوکر دیگه استخدام میکنن، مقرر میکنن که ما بریم به طرف متقاعد شدن و رئیس جمهور نوی یک رسم بسیار آلاست و این باید محکم شود در افغانستان. نه از راه زور، نه از راه کودتا، نه از راه فشار، نه از راه هیچ راه دیگه و جز از راه ملت افغانستان راه دیگه برای این زحمت کشور نیست. رئیس صاحب، خوشترین خاطره از این راه چی است برای شما؟ قدم زدن. جالب. هر صبح که میم، همین که چادم هم، مذهبیت بسیار. و شما دوستای زیادی هم دارین، کسایی هستن اینجا در چهار اطراف شما میبینین، مثل باغبان شما، مثل گردای شما؟ همه بسیار، بلکل 14 سال بسیار زیاد عمر است. دل گرفتن رئیس فکر نمیکنین از این همه دوست و آشنایی که 13 سال در حکومت پشت شما؟ پشت دوست ها و پشت رفیق ها و پشت اون راه که دیگه 14 سال در ارگ بسیار خدمت عالی کردن، بسیار به همراه من مهربانی کردن و شفقت کردن، طبعا پشت از اونها بسیار درمیارم و به دیدنشان میرم و میایم. خانه ما نزدیک از اونها میان، ما میایم روزای عید میبینیم شان، روزای دیگه میسر میشه که ببینیم شان و اندیوالی رای رها نمیکنیم. تفاوت حکومت رها میکنیم، رئیس جمهور رها میکنیم، ولی رفاقت و دوستی و اندوالی خود با امرای کسایی که کتماد اینجا خدمت کردن و خیلی سال بودن هم در اینجا هم در بیرون نظر که او رئیس کاری هم بگیرد. تفاوت رئیس جمهور کرده که 13 سال در سخت ترین شرایط افغانستان هم زمام امورش به دست داشت با رئیس جمهور متقاعد حامد کرده چی بوده میتونم؟ تفاوت رئیس جمهور که 13 سال رئیس جمهور بود با از لحاظ شخصیتی هیچ تفاوتی نمیداشته باشه، اما آدمی که دیروز بودم و امروز هستم فردا می باشم، از لحاظ راحتی زندگی راحت تر می باشم، آرام تر می باشم، وقت زیادتر می داشته باشم و آزادی زیادتر می باشم. از لحاظ انتقاد در برابر غرب؟ منتقد غرب فقط در جایی هستیم که اونا به افغانستان چیزی را که وعده کردن نکردن. منتقد غرب و امریکا در جایی هستیم که به مرامی که به افغانستان آمدن که آوردن امنیت و صلح به افغانستان بود و برآورده نشد و کارهای دیگه کردن اینجا که باعث عزت مردم ها شد و رو منتقد هستم. طبعا اصلاحش میخواییم، زمانی که اصلاح کنن جور کنن، موقعیت اینا دوستی میخواییم. ملت های بسیار بزرگ هستن، ملت های خواری کش هستن، عزت شانو میکنم، احترام شانو میکنم. از دید یک شهروند افغانستان و به حیث رئیس جمهور افغانستان وظیفه اینو بده که از حقوق مردم خود دفاع کنم، از منافع افغانستان دفاع کنم، اونا باید خفه نشان. رئیس جمهور امریکا این کار رو میکنه. من روز در صحبتی که در ویدیو با هم داشتیم برای جمهور امریکا گفتم که شما با وطن خود خدمت میکنین، من با وطن خود خدمت میکنم، کدام مسئله شخصی نیست بین ما. شما خدمتگار وطن خود هستین و همیشه و همه روزه
و در هر جا از منافع امریکا دفاع میکنیم، برالام دفاع میکنم میشه و ما از منافع مملکت خود دفاع میکنم. شما برای امنیت امریکا و افغانستان آمدین، میگین که ما میریم افغانستان تا از افغانستان ترست گم کنیم و امنیت امریکا را محفوظ کنیم و نگاه کنیم، و ما را حق نمیده که تا داخل خاک خود امنیت و منافع خود نگاه کنیم. نه که براشون دوستی میکنیم، رابط میذاشته باشیم، ولی جایی که رابط دولت هاست و منافع ملت هاست، اونجا اونا حق دارن که منفعت خود پیش ببرن، نه در زیر پا کردن منفعت مردم افغانستان. و شاید وقت زیادتان نگیرم، رئیس اونجا مسجد است. بله. چقدر مسئولیت ها شما را فرصت داد تا در اون مسجد بریم از دفتر کارتان؟ بسیار رفتیم. بعضی روزا میمان های خارجی میفاشکتیم، مجلس میباشه، دفتن وقت نماز میشه، من وضو نمیداشته باشم، تیار نمیباشم، باز میگم که نماز خود بخونن، اگر تیار باشم، آماده باشم و آزان شو باز میرم، باز میخونم. این تو قیدی نبوده که حتما مسجد برم، رفتیم و نرفتیم. کسی که بسیار دوست داشتنی است برتان در ایچه اطراف کی است رئیس؟ کلشان. اما وفادارترین مامورتان کی است رئیس؟ کلشان. کس مشخصی وجود نداره؟ نیم مامور وفادارتان در 13 سال گذشته، اما وفادارترین کسی که در شما با او باور شما با او باور موافق نیستین که یک حلقه که بیشتر غرب ستیز بودن و از آدرس حزب اسلامی گذشته شما را مهاجم ساخته بودن؟ همه گی با وطن دوستی و برای افغانستان کار کردن. رهبر مصلحت اندیش افغانستان شاید سلام نداند که در آخرین روزهای کارش در ارگ از مامور وفادارش یاد کند، و اما چهره های معدود این روزها با حامد کرزی دسترسی دارند. باور وجود دارد که حامد کرزی در چند سال گذشته از جانب چند چهره محدود محصور شده است. رفت آمد به دفتر رئیس جمهور این روزا محدود است. یکی از چهره های نزدیک به رئیس جمهور کرزی عبدالکریم خرم است. کریم خرم که به نام مستعار کیکی در میان غربی ها معروف است، در غرب ستیزی شهرت دارد. خواستم از شباهت هایش با رئیس جمهور کرزی بپرسم. شباهت های شما با رئیس جمهور کرزی در چی است که تانستین سالها و او هم در بدترین وضعیت در کنارش باقی مانین کار مشترک کنین؟ ما فکر میکنم که ما و رئیس مربوط یک نسل هستیم، یک دوره از مردم افغانستان. اون نسل است که هم در جهاد اشتراک داشته، هم نابسامانی ها و جنگ ها و اینا را دیده، و هم چانسی از این را داشته که دوران گذشته آرامی را ببینه، و هم چانسی را داشته که تحصیل بکنه، خصوصا و هم در خارج. دیگه این یک شخصیت به قسم شکل میته که کمی او را جامعه خوانده میتونیم، و البته اینمی وجوه مشترک است و دیگه فکر ملی، نه فکر فرقایی و تنظیمی و دیگه، بلکه فکر ملی. یکی از اتهاماتی که به شما و شمار دیگر هم در قطار شما قرار میدن، شما رو میگن یک پروژه پاکستانی بودین که رئیس جمهور محصور کرده بودین در چند سال گذشته، و وظیفه شما ذهنیت سازی بر ضد غرب. شما اتهام میپذیرین؟ پروژه پاکستانی ما تعجب زیادی به این تعجب میکنم که زیادتر اتهام از طرف کسان سر ما وارد میشه که اونا بسیاریش از طرفدارای بسیار سرسخت دیورند هستند، خط دیورند که به رسمیت شناخته شد، حالان که من مخالفش هستم. من فکر میکنم اونا زیادتر نسبت به ما، اونا اصلا نزدیک به اسلام آباد هستند، یک مثلا. و مسئله دوم نیست که ای پاکستانی بودن و ایرانی بودن یا نزدیک بودن و ای کشورها، دو تا پیس که امریکا به مردم دادن، به کسانی که بر از اینا تبلیغات میکنن.
هر پروژه امریکایی که باشه، مثل قرارداد استراتژیک و قرارداد امنیتی و چیزهای حیاتی برای امریکا، اگر کس مخالفت از او را میکنه، او باید من حیث افغان نه، به اساس فکر ملی نه، بلکه باید به خاطر وابستگی به خارجی دیگه باشه. تمام کشورهای بزرگ استعماری کار در کشورهای ضعیف میکنه که در اوج فکر ملی باید سرکوب شود. اگر کس خلاف از اینا چیز میگه، باید نوکر یک جای دیگه باشه، اگر نیم نوکر خود از اینا باید باشه. پس که مثلث خرم، داودزی و فاروق وردک ذهنیت سازی بر ضد غرب در برابر رئیس جمهور میکنه را شما میپذیرید؟ البته در مورد غرب یک چیز بگم، ما خودم غرب ستیز نیست، زندگی در غرب کردیم، درس در غرب خواندیم و از جمله کسانی بودیم که در کنفرانس اول بون از دنیا میخواستیم که شما بیاین در افغانستان و تنها نگذارین افغانستان، حتی اساکرشان گفتیم که بیاین. اما زمانی که منافع مملکت، عزت مملکت و استقلال مملکت زیر سوال بره، باز در او وقت غرب باشه و هر کسی دیگه باشه، در مقابلش استاد میشه. یعنی صرف به خاطر مخالفت با غرب مخالف غرب نیستم، مخالف او چیزی هستم که اونا میکنن. این کار اگر دیروز شوروی میکرد، ما علیش مبارزه کردیم و هم در جهاد بودیم، هم در زندان بودیم، هم مهاجرت را گذشتاندیم. و امروز اگر هر کسی دیگه بکنه، با همون ترتیب در مقابلش استاد میشه. عمر داودزی چهره نزدیک دیگر به رئیس جمهور کرزی است. او عهده‌دار پست ریاست دفتر سفارت افغانستان در ایران و پاکستان و حالا وزیر امور داخله است. دریافت پولهای نقد از ایران توسط عمر داودزی به نمایندگی از رئیس جمهور و امضای سهم به ازبک ها در انتخابات 2009 به نمایندگی از حامد کرزی بیان می کند که او چقدر با حامد کرزی نزدیک بوده است. از او در مورد حامد کرزی پرسیدم. بر رئیس جمهور خود تنگ میشم، رئیس تیم ما هم بود، رهبر ما بود و رئیس جمهوری ما هم بود. همونطور که شما گفتیم، ما 7 سال جمعن رئیس دفترش بودم، 2 بار و یعنی 1 سال چند ماه هم وزیر داخلیش بودم و 2 بار هم سفیرش بودم در 2 کشور همسایه. یعنی طبیعی است که باید قدر وقت یک جای با هم کار کردیم. دلتنگ هستم که میرم، اما برای کشور خود خوش هستم که برای اولین بار در تاریخ ما از یک رئیس جمهور منتخب به یک رئیس جمهور منتخب دیگه قدرت سپرده میشه، انتقال قدرت صورت میگیره و یک سنت خوب در کشور گذاشته میشه. لوی قندهار که زادگاه طالبان به شمار می رود، از حوزه های نفوذی جدی حامد کرزی نیز می باشد. جنرال رازق یکی از چهره های نزدیک به رئیس جمهور کرزی است. آخرین موردی که جنرال رازق رسانه‌ای شد، استادگیش در برابر طالب بود. برخلاف رئیس جمهور بفرجک طالب را گیر کردین، بکشن. جنرال رازق به یک چیز دیگه هم شهرت دارد. او بیشتر از 50 بار مورد سوء قصد و حمله انتحاری قرار گرفته، اما جان سالم مرده. جناب صاحب، یک سوال کوتاه از شما. شما در آخرین روزهای رئیس جمهور ملاقات میکنیم، خوشترین خاطره و بدترین خاطره تان از رئیس جمهور چیست؟ خب بعد خاطره ندارم، خمه شرده او زباینده کم در پلار پستر گورتا گورم و واسه مورتا گورم، نو خمه خواه ای وقت پریشه بندی جنجال را بندی کردی او در مشر پر کشرار وقت که مل به اشتباه کردی در بنیسیت را تکردی. خب بعد خاطره ندارم، شا خاطره دیر لرم، نو خطای در شا جوان وار که زبا انشاءالله لکه در زوی مرویز چه جوانده اندر آقا سات چه دیار زی زی خدمت. قصر گلخانه در زمان پادشاهی محمد ظاهرشاه اعمار شد. روایت میکنند که شاه جوان میناتوری بلد بوده و در جریان اعمار این ساختمان در کنار معماران میایستاده است. حامد کرزی تنها رهبر نیست که قرار است این ساختمان قشنگ را به جانشینش تخلیه کند. رهبران زیاد تجربه کار و فرار از این ساختمان را دارند.
داود خان در پای کودتا پس از محمد ظاهرشاه در این ساختمان جای گرفت و سپس در پای کودتای دیگری در امینجا کشته شد. نور محمد ترکی، حفیظ الله امین، ببرک کارمل، دکتر نجیب الله، صبغت الله مجددی، برهان الدین ربانی و سرانجام ملا ربانی معاون ملا عمر بر این ساختمان و از اینجا به افغانستان حکم روایی کردند. و اما تفاوت حامد کرزی در این است که در پی انتخابات و بدون جنگ و جدل قرار است این محل را به زودی تخلیه کند. روزهای اخیر رئیس جمهور کرزی در دفتر کارش چیگونه می‌گذرد؟ این دفتر کار رئیس جمهور کرزی است. 13 سال رئیس جمهور کرزی از همینجا فرمان داد و تصمیم گرفت. در موبایل امضا بود که اجرات روزمره و بعد از جوبستانی ها کار اول صبحی می باشد. پیش وقتم میکنیم، وقتم دیروزا نوخت میمیم تفتر نو بجه میمیم یک سال میشه که نوخت میمیم، مانده شده سابق چای صبح بود، اینجا بود سر چای صبح کار آقا میکنیم هشت بجه بازار یک سال میشه که هشت ما نو بجه نو بجه میمیم. آقای مدبر یکی از کسایی است که اوراق را که به شما میارن شما هیچ نمیخوانین، درست؟ نیوتیم کاغذای مدبر صاحب که من اینجا بر سرازم صاحب میگم کاغذای سرازم صاحب من کاغذایی که از چی باشه؟ از ستر محکمه از ستر محکمه های بزای ستر محکمه باشه مثلا اینجا یکی هست نمونش همون نمونش نشان شده بودیم او را هیچ وقت مثلا نمیکنم یعنی میاد چهارده نفر قاضی معرفیش دو من نمیفهم که نامایشون چی هست، کی هستن چون امضای شورای عالی ستر محکمه رو میبینم باز خواهز امضا میکنم خواهز دیگه هم که نادیده امضا میکنم از دکتر صاحب مشاهد اونا که ببینید که امضای مشاهد است یا معاونش است بدون ملاحظه و بدون دیدن امضایش میکنم ولی دیگه خواهز ها رو کلش میبینم. قوه قضایی افغانستان متهم به فساد گسترده است. فکر نمی کنین عدم کنترل شما باعث ترویجی فساد شده باشه؟ فساد خو تمام ادارات افغانستان به اون متهم استند. تمام حکومت ما به اون متهم است. چیزش راست، چیزش دروغ. اما در اداراتی که اونا مسئولیت برای اصلاح اداره کشور دارن و تهدابشان تازه گذاشته شده باید ما اونا را امتیاز بدیم که اونا تعینات خود بکنند تا امی رسم خدمات ملکی در کشور ما جای به جای شود و محکم شود پسانتر و مملکت ما صاحب اداره ملکی شود که در او سیاست مداخله نداشته باشد اغراض دیگه مداخله نداشته باشند با اساس ضوابط و اصول خدمات ملکی باشه. قوه قضایی قوه مستقل افغانستان است. زمانی که ستر محکمه افغانستان یا شورای عالی قضایی افغانستان به قاضی امضا کنه ما به هیچ واسطه رو باز مورد مداخله قرار نمیتون برش امضا نکنه. او به خیر سو بهتر است. گاهی گاهی امضای ما مزیاد میره که باش چطور امضا کنم؟ دلیل چی بودم ایتان رئیس؟ دلیل چی؟ دلیلی که امضای تان یادتان میره. نمیفهم این اینجا چی یاد میره که 3 تا بارم 4 تا بارم اینی کاف و ری و زی و یا روزای اول خوب داره. رئیس از اعلیحضرت روایت هست که شبها میگرفت تا اوراق امضا بکنند. حد اوسط که شما روزانه اوراق حکومت افغانستان امضا میکنین تا چه حد است؟ 15-20 دقیقه. 20 روزمره 20 دقیقه؟ نه چقدر وقت میبره؟ 20 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه 15 دقیقه روزای پنجشنبه کمی باشه.
شنبه کم از دیگر روز نیست. دوشنبه ایش نباشه. دوشنبه چون مجلس کابینه سی سر علم یاره. شنبه کمی باشه چون اسناد هفته گذشته امضا کرده باشن. بازک شنبه و سه شنبه و چهار شنبه زیاد می باشه. پنج شنبه ها یادم نیست که زیاد بشه و کم ولی امروز بسیار زیاد بود. اکثر هم سفرهای کارمندهای دولت می باشه. بر اندازه یک سیستم متمرکز شوه باج کار و همو فشار کار بالای شما زیاد میشه. مثلا نیازمند است یک کس ولسوال مقرر شوه در یکی از ولسوالی های نورستان. شما فکر میکنین که ضرور باشه شما امضا بکنین یا رئیس جمهور آینده؟ او با بست ها تاریخ داره. او با بست ها تاریخ داره. تنظیم شده تا کدام بست ما امضا میکنم تا کدام بست وزیرا امضا میکنن تا کدام بسته پس پایین چطور از این؟ از بس سه و پایین وزیرا صاحب امضا میکنن یه اکثرا بسته اول و فوق ما فوق خارجی رو برای جناب شما امضا میکنن بعضی اوقات ما به صاحب های رئیس جمهوری بسته اول دور امضا دور امضا میکنن حالا مدبر در کجا بریم دفتر میتین؟ چطور کنم این دفتر خود؟ دفتر؟ بله؟ شما ادایت بتین پیدا میشون؟ ما خود ادایت دادیم شما پیدا نمیکرد بسیار خوب است، امروز خلاص کرو اجنب از رسب کار است؟ آسف، یز قدرت رست، قسم است بسیار خوب است، بسیار آرست، بسیار آرست بسیار عاجل محمد لال محمد محمد لال هم داری لال محمد لال از بچیش بسرق بچیش همینجا است بسیار الله این حالا باز دیگه گزارش مطبوعات می باشه و سخنگوی سه میگه که اطور است و اطور است و گپای می زنیم باز مدبر صاحب قاضی را که می خواه معلومات کنه و پرسان کنه و چیز درو باشه که قابل تایید ما باشه یا قسم دیگهش اونا رو صحبت میکنه باز خورم سب کار خود میکنه باز پسان باز مشاور امنیت ملی و اینا میان باز اما تو روز تیر میشه که تو دیگه رئیس حلقه که همیشه با شما صحبت میکنه این چهار بزرگ بار است درست حلقه اول صبح این میاسته مطلق با شمول بهرامی صاحب رئیس محافظت که مجلس های می باشه و جای رفتنی می باشم باز اونام خب و چپ بینم اونجا می شنه باز میگه که ترتیب اتر است و اتر است از ایران می برمید از ایران می برمید در موتر می بریم در ایلکوپتر می بریم خوش آمدید افغانستان مجهزترین نیروهای امنیتی را در رژیم های کمونیستی به حمایت شوروی سابق تجربه کرده است قطع شدن حمایت شوروی سابق از حکومت دکتر نجیب الله و حمایت غرب به وسیله پاکستان از مجاهدین کارآزموده ترین ارتش را از پا درآورد. حکومت مجاهدین و طالبان در برابر یکدیگر از میراث جنگی شوروی ها استفاده کردند. حامد کرزی مؤسس نیروهای امنیتی 400 هزار نفری می باشد. قوت هایی که با ده ها چالش روبرو هستند. و نان و آب و جنگ افزارشان به حمایت جامعه جهانی فراهم می شود سال هاست که فرزندان رستاهای کشور در برابر تروریستان می جنگند هر از گاه منتقدان حامد کرزی به شدت از کمقدری حکومت برهبری و در برابر سربازان میدانهای نبرد انتقاد کردند و اینجا حامد کرزی برای آخرین بار به دیدار ارشدترین افسران نیروهای امنیتی کشور می رود نیروهایی که سربازانش شجاعانه در برابر دشمن جان فدا می کنند شما به ارشدترین افسران افغانستان امروز مدال و لوح تقدیر می تین چرا خانواده شهدا اینجا نیست و سربازایی که در میادین جنگ در برابر دشمن با اونا هم دادیم با اونا با هم وقتش دادیم وال فکر نمی کنین در آخرین لحظات
شده کار شما او کارا شده او کارا شده متواتر شده با افسرهایی که شهدا دادن با افسرهایی که خانواده‌شان شهیدشدن یکی از بحثای با بمبای ریسابی محافظت اینگوی بود که بعضی بالایی که خانواده‌شان شهید شده بود خودشان تنها ماندن اونا را فرستادیم پس که بمبای خانوادی خود باشن معاشات جاری ادامه داره اونا ترتیب گرفتیم که هر کسی شهید میشه مادام العمر معاشش میباشه وقت شده بکنه رئیس صاحب تجربه کماندانی و فرماندهی تمام نیروهای امنیتی افغانستان با زحامت و رهبری شما محترم افغانستان دی اسلامی جمهوریت جمهور رئیس ادی وسلوال پوز اعلی سر قماندان محترم رور حامد کرزی دی ملی دفاع وزارت دی کورونه چار وزارت دی ملی امنیت دی عمومی ریاست طول رهبری هیئت حضور لری ستاسو دی تشریف آوری انتظار باسی تقدیم کون که لوی دریسیز ستر جنرال کریمی شماره از این افسران کهنکار و قدیمی بازماندگان ارتش دکتر نجیب الله هستند که توسط شوروی سابق آموزش دیده بودند. در همین حال شماره از فرماندهان شبه نظامی مجاهدین نیز به افسران ارشد این نیروها مبدل شدند. و اما شمار دیگر فرزندان سیاسی نظام حامد کرزی هستند. به ویژه جوانانی که به جنرالی رسیدند و از جانب حامد کرزی به بلندترین پست‌ها گماشته شدند. نیروهای امنیتی افغانستان با در نظر داشت ترکیب قومی و سمتی ایجاد شد. گاه حامد کرزی در انتصاب پست‌های ارشد به شدت رویکرد سیاسی پیشه کرد. بیشترین این چهره‌های درشت نظامی آلا وابستگی قومی، سمتی و حزبی با جریان‌های تأثیرگذار در کشور دارند. به دیل پارستاس پوزور که ولاریم چستاس خواه ده هاگ خدمات و او سرشندنی او فداکاری و مننوکم چی دروی قواب ده افغانستان ده دفاع داخلی او امنیت ملی ده یه خاوری ده ساتن ده پار کری رئیس جمهور افغانستان میالا لوح تقدیر را دریافت میکنه که از جانب نیروهای امنیتی افغانستان برش داده شده در چند روز گذشته در هر مجلسی که رئیس جمهور افغانستان به خاطر خدافیزی با کارمندان ارشد دولتی افغانستان داشته طایف متفاوت را دریافت کرده شاید هم اقبال رئیس جمهور است که فرصت به دیگر رهبران گذشته افغانستان مساعد نبوده با باور شما آیا نیروهای امنیتی افغانستان توانایی دفاع در برابر تهدیدی که در میان حاضر افغانستان است؟ اول به میرسم دیگه با وزیر سمت فاهم گفتند چرا که ما کامل میتونیم دفاع خواهد اگر پول خارجی ها نباشه ای اردو باقی میمانه؟ ما نباید به حالتی باشیم که پول خارجی ها اردوی ما بچنه ما باید کوشش عظیمی خود بگی داشته باشیم که اردوی ما از پول و وسایل خود ما اکباشیم این از مرام های بزرگ ما بوده با بی راستا کوشش بسیار زیاد کردیم و جلسات بسیار زیاد گرفتیم و نقشه هم به این ساختیم که انشاءالله تعالی تطبیقش آغاز کنه و حکومت آینده هم ادامه میده یک سنت سیاسی را شما گذاشتین در انتخاب و انتصاب ارشدترین مقامات امنیتی افغانستان کو را بیشتر تعبیر میکنن گاه تاجکار به وزارت دفاع فرستادین پشتونا را به وزارت داخله همون گونه معاون اول و معاون دوم چون چیزی را شما میپذیرین؟ این افرادی را من از هر مردم افغانستان، از هر گوشه افغانستان، از هر ساحه افغانستان و شخصیت های مملکت انتخاب کردیم و تعیین کردیم و طبعا که مردم افغانستان همه حقدار هستند که در نظام خود در حکومت خود ببینند به اون را من عملی ثبتیم تفاوت اردوی شما با اردوی دکتر نجیب در چی است؟ اردو شروعی افغانستان است نقاط ضعف اردوی شما اونا تجهیزات بهتر داشتن
شوروی با اوراش یک متحد بسیار حقیقی و قوی بود. ما تجهیزات نداریم ولی تربیت با قوت با بامو تازه مرده قدیمی ماست جرات شام. بخیه زدن متضادها از ویژگی دیگر رئیس جمهور کرزی است. صبغت الله مجددی نخستین رئیس جمهور حکومت اسلامی در افغانستان حالا با مدال غازی امان الله خان از جانب حامد کرزی تقدیر می شود. روزگار مجددی های پیشین و پدران صبغت الله مجددی از چهره های بودند که در برابر امان الله خان قیام کردند. شاید بیخبر از تحولات امروز که نوادهشان با نشان دشمن روزگار تقدیر خواهد شد. پروفسور مجددی که به حامد جان خطاب کردن رئیس جمهور شهرت دارد، آخرین موردی که از رئیس جمهور رنجید جرگه مشورتی امضای موافقتنامه امنیتی بود. او به رئیس جمهور هشدار داده بود که اگر موافقتنامه امنیتی را امضا نکند از وطن اجرت خواهد کرد. این امضا کو خودت بعد از اون که مخالفت کردن ما میذاریم اول اینا ثابت اگر امضا نکنین ما خفه میشیم میریم امضا کنین که مسئله فیصله شود بیدی نمیشه. حالا این روحانی که به استخاره های سیاسی نیز شهرت یافته است ظاهرا از رئیس جمهور کرزی خرسند است. ما لیاقت این نداریم که به ما مدال یا چی داده شود. اول ما از دربار خدا مدال میخواهیم با جناب رئیس شبی جمهور که این لطفه کردن یک قدردانی هست خداوند قبول کنی قدردانی قدردانی مردم آقا و شاید هم رئیس جمهور کرزی در روزهای آخر کارش در پی دفع آزردگی شماری از چهره های تاثیرگذار در کشور باشند. رئیس رهبرهای جهادی چرا برتان از اهمیت خاصی برخوردار است؟ نقطه تاریخ افغانستان به وطن خدمت کردن و باز تمام جهان بزرگای خود احترام میکنه عزت میکنه. شما آمریکا رو ببینید بزرگای خود چقدر احترام میکنه، شما انگلیس رو ببینید چقدر احترام میکنه، از صدها سال پیش به این طرف تا حال رو احترام میکنه. دیگه ملت ملت هایی که تاریخ خود و بزرگای خود احترام میکنه و اندام جمعه خود تربیه میکنه پیش میره اون اثر فراز میباشه. اما امروز شما تنها پروفسور مجددی را گزیدین از میان رفقای زیادی که در رهبرای جهادی دارین، به ویژه استاد عبدالرب رسول سیاف. استاد سیاف هم استاد سیاف از بزرگوار افغانستان هستن. دیشب اون راشون صحبت داشتم، میخواستم که با اونا عزت از جانب ملت افغانستان چه خود گفت که باز از من پسان شد و باش که خدمت زیادتر کنم به این خاک بکنم. بارسه باست یک رابطه با انتخابات قضاهای اخیری که در برابر حضرت صاحب صورت گرفته قطعا این پیش از پیش تفایش داشته بینه قطعا این سفید بزرگوار ما برمستم سپاس کنسار راسی است. این قضاهایی که اینجا ما این کارها رو میکنیم هیچ ارتباط با سیاست و انتخابات بگم برم داریم و مردم و کشور و بزرگ بودن و سفید بودن و احترام رو برستم. تشکر. کمتر واقع میشه که رئیس جمهور افغانستان در محافل غم و خوشی شرکت بکنه. شمار در انتظار رئیس جمهور و تدابیر ویژه برای پذیرایی از او نیز گرفته شده است. چقدر رئیس جمهور فرصت مراودت‌های فرهنگی در زمان حکومتش را داشته است؟ رئیس صاحب یک باور وجود دارد که شما تنها به فاتحه‌های سیاسی میرین. درست است؟ نه، بر فاتحه‌ها. در مراحل خوشی، در زمانهای خوشی عید که من برادگاهم در عروسی و گپاش را کردین. اگر دعوت شم چرا نه؟
13 سال گذشته شما اشتراک کردین. بعید مبارکی کی میرفتین رئیس شما؟ در گذشته ها یادم نیست. 13 سال حکومت تون سر. والا روسی نرفتم بخیر. ولی فاتم ضروری تر است از روسی گرد. خوشیست که وحفی رقم است. کم شیرکی مایم تر است. بکار کردیم. اید مبارکی می رفتیم. اید مبارکی می رفتیم. بلی پیش استاز گرامی می رفتیم همیشه. پیش موسیم سر می رفتیم. پیش استاز صاف می رفتیم. پیش از آسان پیش 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 باز. پیش سفر آمو جور گرد بطن. می رو بلیشم. زندگی شخصی رئیس جمهور کمتر به تصویر کشیده شده است. او علاقه ندارد که دوربین ها وارد حریم خصوصیش شود. یک صبح دیگر در انتظار رئیس جمهور کرزی و در عقب درب خانهش که ناگهان از ما خواسته می شود که وارد خانه او شویم. محلی که 13 سال رئیس جمهور کرزی و خانوادهش در آنجا زندگی کردند. برای نخستین بار ما فرصت یافتیم تا داخل خانه رئیس جمهور کرزی شویم. هیچ کسی تالی فرصت نیافته که ببینه چی مکسره داری جایی که رئیس جمهور 13 سال زندگی کرد. این خانه رئیس جمهور کرزی است، جایی که خانواده رئیس جمهور که شامل خودش، دکتر زینت خانمش و سه فرزندش میرویس و دو دختر زندگی میکنند. امر رقمی که شما میبینین رئیس جمهور در حال بیرون شدن از خانهشان است. امی محله است که رئیس جمهور کرزی 13 سال در اوج زندگی کرد. کمتر فرصت یافته کسایی که اینجا بیاید و ببینه چه مکسره دارن. خانواده رئیس جمهور برادرانش جنجالی ترین چهره های سیاسی در افغانستان بودند. اما خود رئیس جمهور، خانمش و فرزندانش ناشناخته ترین چهره ها در بود شخصیشان هستند. زوی راسکا گانسر سلام علیکم. سلام علیکم. بسیار صحبتتون بخیر. تشکر. بخیر هستین. خوشحال شدیم شما رو دیدیم. تشکر. مقبول نیک تو پوشیدین. تشکر. فیزی سلام. رئیس میرویس جان. میرویس اون موبایل است. پلیس جواد خان است. پلیس سجاد خان هستند که بچه های کاکا رقمش هستن دیگه. مومو رقمش هستن. میرویس جان همینجا تولد شد و چند ساله شده؟ همینجا تولد شد. همینجا اون افتریم سالش و اون پیشتویک میده و همینجا کلان شد. بارزو ملاله همینجا تولد شد. بارزو نوزو. بسیار این خانه پربرکت بوده بر شما، صاحب سه فرزند شده. بیخی سلام سلام کلان خانه است. این طرف ما قدم ما میزنم در اینجا در 14 سال اینجا در دوره قدم زریم، دو پشت سر رفتیم قدم زریم، باز پشت سر خانه دگام جای است، اونجا بسار جای فراخ، اونجا آوا آوردیم و اوست و طبیعت و سوی گفاس یک بود طرف زیاد نمیره بوله این میجر زیادتر قدم میزنم باسکل سواریم با میجر. رئیس صاحب یک پرسشی که وجود دارد در مورد شما، دکتر صاحب زینت با وجودی که یک خانم با سواد، یک خانم با سواد است، اما شما یا خودشان کمتر علاقه دارند تا در مطبوعات دیده شود، دلیل چی است؟ اینطور است که ما که مهاجر بودیم در پاکستان، زمانی که بابیم در کویته شهید شد، وقت خانمم دکتر زینت در شفاخانه مهاجرین افغان کار میکرد. شبخانه مهاجرین برای ولادی بن سعید اونجا کار میکرد و مصروف خدمت بود. بعد از شهادت بابیم در پاکستان وضعیت امنیتی بود اونجا بسیار مطمئن شد. بازم و یک سال دیگرم که اونجا بودیم ها دیگه در تابستان سال 1999 عیسوی بابیم شهید شد تا و یک و نیم سال دوگام دو اونجا بودیم. سلام سلام برامی سلام سلام نوردین سلام جور بخیر دارت کلا بخیر دکتر صاحب جور است دار است کار بارش تنظیم است خوب سی بسیار را دیگه بارز و وضعیت امنیتی ما اونجا را مطمئن شد. باز ناچار دیگه آمد خانه و باز با کار کردن رفتن نتانست. باز اینجا که آمد دیگه بنام و ترتیب باز در خانه ماند. یکی از دلایل شبیه بود که اگر با کار میرفت
حتما باید محافظتش میبود و مردم کچ میبودن و بود خوش نداشت که کچ محافظین باشه و بخاطر نرفت. حضور اجتماعیش باید دقل یک مصاحبه رسانهیش فکر نمیکن در این صاحب متفاوت باشه. دکتر صاحب زینت هیچ علاقه نداره، هیچ گاه هیچ چیزی شنیده نشده؟ نه داره، داره مصاحبه کرده بخیر که یکی دو مصاحبه قبلا با بی بی سی و با اینا کردن تلویزیونی میگم مراجعه کردن که باشه مصاحبه کنه. انشاءالله تعالی باز فیصله ما بود که بار زیک از ریاست جمهوری خواستیم که چه مصاحبه کنه گپ سر. رئیس فکر نمی کنین شما به عنوان مؤسسه عطا خان؟ سلام، سلام بچا، جور بخیر، خیر سیاتو، چطور سیاتو؟ جور است، جلال خان مؤسس دموکراسی نوپا در افغانستان اگر چنین سنتگرایانه برخورد بکنین در خانواده ایتان؟ دموکراسی با سنتگرایی متفاوت نیست. دموکراسی رای آزاد مردم است برای روش زندگی که اختیار میکنن. آدم میتونه که دموکرات باشه و در عین حال عنعنه و رسم و رواج و زندگی عمومی اجتماعی خود احترام کنه و عزت کنه. هند یک مثال بسیار زندگیش است، جاپان یک مثال دیگه بسیار زندگیش است، افغانستان هم تا یک مثال سیانی بدی در تضاد با اون نیستک. رئیس لباس های شما را کی میدوزه؟ خیاط تان در کابل است؟ آه بله ده میجست میجست بسیار بسیار لباس فرزان بسیار ساده و بسیار آرام و بوتا و ساته که میپوشین میگن بسیار معروف و قیمتی است، درست است؟ نه ساته تان کلاسیک؟ نه ساته های قدیمی خوشم این ساته اومیگاست، اومیگا بسیار قدیمی کوکی سات چناس هستم، سات های خوب خوش دارم ولی قدیمی قدیمی بسیار قدیمی ساته. قیمت سات تان چند است رئیسه؟ نمیفهم ارزان بسیار با ارزش نیست. نه 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 ساته بسیار قدیمی است ولی با ارزش سات نیست، شاده رو دوده 400-500 دلار باشه. قیمتی ترین بخش لباس شما قرقلی تان است، درست است؟ آها قرقلی خوبی خوبی این باید قیمت داشته باشه، این ساخت افغانستان است، ساخت افغانستان باید قیمت داشته باشه. رئیس با ای اگرچه خوش نیست من فکر میکنم که این قرقلی یک عنعنه و یک چیز ما هست، یک تجارت کاران ما هست ولی این در این حال متاسفانه که ظلمان هست سر برگک های نوزاد دیگه. اگر کدام رای بدیل بر ما پیدا شد میترس که افغانستان از این صف نظر کنه. پوشیدن از این برتان ناراحت کننده نیست؟ از زول حاز است ولی چون رسم وطن ماست از قرنها ما مقبول هم است که میپوشیم. رئیس با آخرین پرسش شما با یک امنیت ویژه اینجا زندگی کردیم در 13 سال گذشته. وقتی کسی به قدرت میرسه به ویژه او رستایی میباشه مثل ما و شما بل. یک تعداد زیادی علاقه میگیرن تا رفت آمد داشته باشن بل. چقدر دسترسی وابستگانتان در 13 سال به شما و به خانواده شما آسان بوده؟ بوده فقط یک روز برادرم تربوز آورده بود، باز بچه های امنیت در دان دروازه تربوز چه پاره کرده بودن که باش درونش تربوز است یا نیست. از تربوز برادرتانه؟ ریسه موسیقی میشنوید گاهی؟ بله یک گاهی میشنوید. کی را خوش دارید آواز؟ در افغانستان خب کلش خوش دارم ولی زیادتر یعقوب قاسمی رو میشنوم و فرصت برای و ناشناس و احمد ظاهر دیگران خوشمه، مسئول جمال خوشمه، دیگه ظاهر و وایدا خوشمه، هنرمند های بسیار خوب داریم، هنرمند های نغمه خوشمه بین دوره خوشمه، سیف خوشمه، کارشان خوشمه. چی شما را خوش نگه میدار رئیس صاحب؟ باز بخیر که از راست جمهوری خلاصتم باز بیانه که میشین که مفصل کتار که بسید مفصل در تمام از ایواره. تشکر رئیس صاحب، سلامت باشید. سیاست خارجی حکومت حامد کرزی از استثناءات تاریخ دیپلماسی جهان می باشد. عامیان اصلی سیاسی و مالی حکومت حامد کرزی غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکاست و اما برخلاف حامد کرزی آخرین روزهای کاریش را صرف دیدارهای خداحافظی با رقبای آمریکا می کند. مثلا دیدار با سفیر چین. اینها مستند را از روزهای اخیر کارم می سازند. این مرد جوان از تلویزیون یک است.
تلویزیون. اوکی، فکر کنم همه از تلویزیون یک باشند. خوب خوب، همه از تلویزیون یک هستند. چین دوست افغانستان است. بیا که دوستی کنیم، بیا. تشکر. رئیس صاحب، چین جای ایالات متحده امریکا را گرفته میتونه؟ چین از بزرگترین اقتصادهای جهان است و بر ما ارزش فوق العاده مهم و حیاتی داره. همسایه ماست، همسایه در دیوار ماست و بدون شک که از قوت روزافزون چین و از مشترکاتی که در امنیت و ترقی با چین داریم، حضور چین در افغانستان و مساعدت چین در افغانستان باعث ثبات و ترقی افغانستان میشه بدون شک. و با ما یک همسایه بسیار نیک بود، همسایه بسیار نیک بود. کار اینجا تمام نمیشود. رئیس جمهور کرزی با پیشانی باز مهمان خاص دیگری هم دارد، سفیر ایران. مهمان داشتن رئیس صاحب؟ سفیر صاحب محترم ایران فخر میشم از دوستان بسیار قدیمی شخصی هستم و از سفیر صاحب بسیار فعال و دوست افغانستان هستم. برای ایجاد رابطه عمیق‌تر و بهتر و محکم‌تر و با آباد وسیع بین دو کشور برادر بسیار کار شما سیاست ایران؟ بسیارای خواهرها برادران ما در ایران ما به سفیر صاحب محترم بسیار خودمانی هستیم. بیان که عکس بگیریم. خواهش می‌کنم. البته اجازه بفرمایید منم این نکته رو عرض بکنم که من خدمت جناب رئیس جمهور توضیح میدم الان که تاریخ روابط طولانی ایران و افغانستان رو که مطالعه بکنیم، انصافاً این 13 سال اخیر نقطه عطفی در روابط ایران و افغانستان در حوزه‌های مختلف سیاست، اقتصاد و فرهنگ و این نبوده جز حسنیتی که از این طرف جناب رئیس جمهور کرزی داشتن و تلاش فخرآوری که برای توسعه روابط انجام دادن و در نقطه مقابلش هم نگاه مثبت و تلاش مشابه بوده که مقامات جمهوری اسلامی انجام دادن. کاملا داشت. کاملا داشت. بیان که عکس بگیرید. بیان. جوابی جان رفاقت کنیم. بسیار. رئیس، دو پرسش در مورد رابطه ایتان با ایران. یک، در آخرین روزهای کارتان با وجوده که بیشترین کمک بر حکومت 13 ساله شما امریکا و غرب کرده، چرا شما با سفیر دو رقیب که یک رقیب سنتی و دیگر یک دشمن امریکاست میبینین و سفرهای غربی و امریکا اینجا وزود ندارد؟ با سفرهای غربی ایران بسیار دیدیم، یعنی نسبت به سفیر ایران سفیر امریکا بارها زیادتر آمده اینجا مجلس داشتیم. اینا سفیرای کشورهای مختلف خواهش ملاقات میکنن، باز با باباشن میبینیم، سفیر امدا بدن، سفیر چیر آمدن، سفیر نروژ دیروز اینجا بودن پاریس و سفیر امریکا هر واقعی که خواهش ملاقات کردن باشون دیدیم. از کمکی که مردم امریکا به افغانستان کرده و از آید زحمت خود به ما کمک کردن، پول فرستادن، ما تشکر میکنیم. انتقاد ما در سیاست ها و حرکات نظامی امریکاست، نه در کمکی که به مردم افغانستان کردن و در جای کردن که به خیر و فلاح مملکت بوده. از ما تشکر میکنیم، همیشه تشکر کردیم. یعنی قدر کمک های امریکا را به مردم افغانستان داریم، در مکتب سازی، در سرک سازی و در جای دیگه. البته یک جایی که ما خوش نیستیم بویست که امریکا میتونست در ساختارهای اقتصادی بنیادی ما کمک کنه، مثل بندهای آب، مثل تولید برق در داخل افغانستان که متاسفانه با وجود مراجعات مکرر ما این کار را نکردن و جنریترهای برق آوردن که ما وابسته دیزل خرید دارشده با پول دیگر را باشیم. از این راهی ما خوش نیستیم، ولی شکایت هم نداریم. ما هیچ وقت در مورد کمک اقتصادیشان شکایت نکردیم که چرا کم است یا زیاد است. شکایت ما از نحوه برخورد امریکا با مردم افغانستان است.
از جنگی که در دهات ما نبود، از تروریسمی که در دهات ما نبود، ولی بمباردمان و خانه پالیدن و شب به خانه مردم با انفجار داخل شدن و مردم مارز بنانی کردن، این جنگ علیه تروریسم نبود، بلکه مزاحمت و عذاب مردم افغانستان. تشکر. روزگار روزنامه های غربی نوشتند که رئیس دفتر شما آقای داودزی پول نقد است ایران دریافت میکنه. ماجرای پولای نقد چی بوده؟ ایران بر ما وقتاً فاقتاً به دفتر کمک میکرد. از آغاز کارنی تقریبا در دو سی سال بار از حکومت ما سب میشد و بابا فرستاده میشد. باز از او در روزهای اول که وضع مالی دولت خوب نبود، ما به معاش مدد معاش میدادیم به کارمندای مختلف دولت در اساس جمهوری، در بیرون از اساس جمهوری، و از کمک ما بسیار تشکر میکنیم. بار آخر هم که دادن صبح یک کال رو ختمشتیم پیش باز کمک ها دادن و اون کمک رفت به وزارت مالیه. مقدارش چقدر بود؟ نمیدانم که یک میلیون دلار بود زیادتر بود. و رفت به وزارت مالیه و بانک حساب بانکی رفت و شفاف بود و برمانا بود. از کمک های مخفی امریکا هم تشکر میکنیم. برم مصرف کریم و بخیر مردم افغانستان مصرف کریم، صحت مردم ایراج مردم کردیم، سکارشپ به مردم دادیم. کشورهای دیگه هم که کمک کردن دیگر استان استیمار استان درست استان. و سرانجام سفیر ایالات متحده آمریکا نیز فرصت خداحافظی ویژه با رئیس جمهور کرزی را می‌یابد. و اما تفاوت مهمان نوازی رئیس جمهور کرزی با سفیر آمریکا جداً قابل احساس است. ظاهراً بنابر عرف دیپلماتیک هر دو طرف راضی به این دیدار شده باشند. رئیس جمهور نه مثل دیدارش با سفیر چین بیان مشترک با سفیر کانینگهام دارد و نه تصویر یادگاری با او مثل سفیر ایران میگیرد. پس از خداحافظی با مهمان حتی حاضر به گفت و شنود کوتاه با من نیست. و حال نوبت تمام نمایندگان سیاسی در کشور به گونه عمومی است. حامد کرزی از تمام نمایندگان کشورهای خارجی در کابل برای حمایت و کمکهایشان سپاسگزاری میکند. سپاس آقایان و خانم ها. تشکر از همه ایتان برای ماموریت عالی در افغانستان، با ویژه برای من. من از صحبت های اینجا قدردانی میکنم. من مطمئن هستم که شما کمکتان را به افغانستان ادامه میدهید. ایمان دارم شما در حمایت از رئیس جمهور، رئیس اجرایه و مردم افغانستان میایستید. و بار دیگر از شما قدردانی کرده خداحافظی میگویم. همزمان با این سفرهایی که فرصت صحبت در این محفل را دارند، از رهبر 13 ساله افغانستان ستایش کرده و از او برای سفر به کشورهایشان دعوت می کنند. دو پیشنهاد جالب هم اینجا برای رئیس جمهور بازنشسته وجود دارد. سفیر چین از رئیس جمهور در اوقات فراغتش می خواهد برای بازی پینگ پانگ به سفارت چین بیاید. من شما را برای بازی پینگ پانگ با همکارانم به سفارت چین دعوت میکنم. با کمال میل. تشکر. همزمان با این سفیر کانادا برای سلامت رئیس جمهور بازنشسته بازی یاکی در سفارتش را پیشنهاد میکند. در ادامه دعوت سفر چین از شما برای سلامت بیشترتان میخواهم برای هاکی بازی به سفارت کانادا تشریف بیارید. تشکر. میراث رئیس جمهور کرزی برای حکومت وحدت ملی چی خواهد بود؟ آیا حکومت وحدت ملی با سیاستی که رئیس جمهور کرزی در 13 سال گذشته بنیاد نهاد قدم میگذاره یا متفاوت تر از حکومت فعلی خواهد بود؟ من فرصت زیاد برای پرسش از رئیس جمهور را ندارم. باید هر گونه ای که شده از او چیزی بپرسم. مثلا این پرسش که باعث می شود رئیس جمهور مرا پشت نخود سیاه بفرستد. من از موافقت نامه امنیتی می پرسم و رئیس جمهور مرا توصیه به تماشای کوتی باغچه می کند. مربوطه بین گندمک و مازی امنیتی خواهد بود. خب کریم، خدا یای، خدا
بریم باز میشیم صحبت بکنیم حال دیگه ما را که پای عمومی رو بزنین از زیبایی طبیعت صحبت کنین از آب و هوا صحبت کنین از حرف صحبت کنین از این محفل خوبی که ما باید دیپلماتا باشیم صحبت کنین بین نیجر برسام شام بکنیم نیجر بیبریم افغانستان رو کنیم سر بو بخشی بازی خراب شده سالای جنگ و استفاده اینا درست دیگه پا باز دیر ما ترمیم کردیم هشت سال سرش کار کردیم هشت سال در میشه بریم ببینین بسیار زیباست تا پای نان است و تا پای خواب است و سالونای مختلف است باز ما تزین کردیم تار کردیم اکساشی بگیرین او را مشاو نشان بگیرین بردیم ببینیم که داروب چیز دلتنگی جا نمیشین رئیس صاحب شما وقتی که نباشین نه خلاف جایه مردم افغانستان است رئیس جمهور افغانستان چون مردم افغانستان است دسترسی مردم هیچ وجود نداره در این نقطه رئیس جمهور نماندگی مردم میکنه مردم رئیس جمهور تعیین میکنن باش رئیس جمهور به نماینده مردم این جبهه است خارج ها پذیرایی میکنن مهمان نوازی میکنن اما رسم علنی که خانه مردم افغانستان و دینجا به نماینده مردم افغانستان میشه از شما چند دعوت شد با خانواده تان کجا علاقه دارین برین در اولین سفرتان خوش دارین امریکا برین بایست یک شهروند هم رقم خودتان گفتین اولین دعوت برم از هند آمده که بر بس کنفرانس ها میرم نه از جرمنی آمده از هند آمده و پریروز دعوت خاص حکومت چین برم آمد البته دعوت برف تمام فامیل که بریم برای استراحت 14-15 روز اونجا دعوت شدیم ببینیم که بخیر که مکتب تمام شد حالا خواه یک ماه دو ماه اینجا هستیم که خانه را جمع و جور کنیم تار کنیم کتاب خود بارم کتاب خانه خود تار کنیم باز پس هم بخیر بیبینیم چی میشه برو با ما خواهد سلامت اتما میبینیم سر میریم امیانیم تماشای این باغچه زیبا برای یک خبرنگار به میزان پاسخ یافتن پرسشش خوشایند نیست و اما باعث یک بیننده با شهکار مواجه می شوم که تصورش را اینجا نکرده بودم این قصر در زمان عبدالرحمن خان اعمار شده است و رئیس جمهور کرزی این میناتوری های زیبا را دوباره ترمیم کرده است اینجا دفتر کار نیست و اما محل برای پذیرایی مهمانان ویژه به شمار می رود بیشترین اوقاتی که من می توانم با رئیس جمهور کرزی روبرو شوم زمان است که رهبر سنتی افغانستان به ادای نماز به مسجد می رود این موتر نبیل است از امنیت ملی است عجب موتر است وای قدیمی موتر سید هزار رئیس با موتر روسی میخواین شما از اینجا بیرون شوین موتر روسی اگه ما را به خانه را ببرن بد نیست اگه موتر امریکایی باشه روسی باشه ژاپنی باشه وره با خوشتر است پیاده برم نزدیک است خب نماز خواندن رئیس جمهور نه تنها که برای من یک فرصت دیدار دوباره و گفت و شنود است بل شمار زیاد با استفاده از این فرصت چشم به چشم با رئیس جمهور کرزی می شود ترکیب متفاوت و اما محدود فرصت ادای نماز با رئیس جمهور را دارند رئیس صاحب یک تعداد از کسای در حکومت شما به قدرت رسیدن که پیشینه کار سیاست هم نداشتن به ویژه جوان ها شما موافق هستین با این قضیه دلیلی که جوان ها رشد دادن چی بود؟ آینده پیش جوان هست آینده سازی با تنستن تمام جهان کسی که به این جای میرسه پشت سرش باید پرو باشه اون جوان هستن که یک استراتیجی بوده درست هست مطلق بیازونه میشه بیازونه میشه و اینهای نسل جوان هست که دارو پیش آمده بیرن ناره مثلا دل آقا هیچ جای افغانستان نبوده که ما وظیفه برش نسپرده بگیره کرده باشه و مشکل ترین حالات این به یک جوان بود آمد بسیار تال میافته تکره من خوب کار میکرم و تو دیگه جوان هست این پولیسه به بازگیز از اون پولیسه به
پس از ادای نماز فرصت صرف طعام چاشت نیز برای نمازگزاران با رئیس جمهور فراهم است. جورس بزرگان کجا هستند؟ رضی اولون رضی نورالله خان باز بزرگان را بیار که بی جای نشمد جای ظاهر نامت کرزی از سست بودن اداره هایش هم چندان بی خبر نبوده. یک نفر است، اون دو جک است. کجاست نفرای دیگه؟ این توی داری سوسته است. اگر یک شهروند دادی میخواست با شما نماز بخونه و عرض داشته باشه فکر نمی کنید؟ اما اینجا فهرست وجود داره که باید زنگ زده شده پیشتر؟ طبعاً که زنگ زده. میزن تا زمان اطلاق من بیل پسان افران شرای سمیر بانی کرد کجا سن افران تشریفات تو هست هست دیگه چی چی میکرد دیگه بود باش رو بیان چطور شد نارد جور شد بود جور میکرد دایی صاحب شما به دیدار فرنگی های پشتون پاک درست شما با ایده لوی پشتونستان و یا خراسان بزرگ در افغانستان موافق هستین این قابل عملی است؟ افغانستان بزرگ امپراتوریش چقدر می باشد جغرافیش؟ باش که باز بخیر سبا که براسم برمشان شد که من آزادی بایانم پیدا کنم باز که اما یکی از خواستای تان است سلیموس بودم را خونخواه مونگ دیپاک افغان اولسی ترون به نمایندگی دل کلتوری او رست را غلیو بودم را زده ملگری تفسر ماری پی آخرین جمعه کار حامد کرزی بعیس رئیس جمهور افغانستان است و شماری از نویسندگان پشاوری نیز به دیدار رئیس جمهور آمدند. د پاکستان چپتر چیرمن ډیر الله خدای وران سلام علیکم ډاکټر جان جور تیار آقای کرزی از ما میخواهد نزد مهمانانش او را امراهی کنیم. با شما لوی پشتونستان میخواین یا خراسان بزرگ؟ ما افغانستان عزیز خود جور میخواییم و با جغرافی بیشتر اگر زور ما بکشه چرا؟ ای به کدام طرف علاقه من دیگه بان باسپسان باسپسان دیگه بارا نزن حضور از رئیس جمهور نو پرسان که باز ما بایست رئیس جمهور متقاید دیگه بارد پسان مارما کن چطور دل آقا؟ همه قبل دقت میگیرین اکسای من؟ ایلا خوشت بره بیان شما کجا هستین؟ کتی مانون بیخورین؟ به؟ امروز باید دارن که چون نان عمومی است کدام گپ خاص حکومتی اونجا گفتنه میشه پس خوش آمدین دیروز که اینا راپور میدونن چی میکنن یعنی شما سارا کنید که بیان میرو بانی که بیشی نمیدید شما بطار؟ برادار های تلویزیون یک که بیشی نکرد شیم میره بانی دنبال. هستی بابات بخیر؟ سلام. نه وقت را ورسیدنی؟ میره باوری چند نفر خواهد مانده؟ اخو دایی را شما از تنها من نیستم که در پی شکار این لحظات تاریخی آستین برکشیدم. شمار دیگری هم صف کشیدند که با تصاویر یادگاری با رئیس جمهور کرزی این لحظات را ثبت یادداشت‌های تاریخیشان کنند. در 13 سال پس این حامد کرزی علاقه ویژه به پشتونهای آن طرف مرز داشته است. یک گزارش پژوهشی تلویزیون یک از مصارف حکومت به رهبری هو و تاپ بورسیه ها به جوانان آن طرف مرز پرده برداشت. این سرمایه گذاری ها ناشی از چی می شد؟ پاکستان یکی از درخواست های چی است که خط دوران برست؟ اینجا نمیکنیم باشوان آور آه پاکستان میخواست که خط دوران به رسمیت شناخته شد ما رد کردیم و نه حکومت های گذاشته افغانستان شناختند
نه من ایره اجازه میتم ورم حکومت آینده افغانستان این کار رو بکنم. شما مطمئن هستین که حکومت آینده نمیتون؟ اما امنیت بدون امضای خط دیورند با درخواست که پاکستان داره میتونه بیاره؟ برای استقلال و برای تمامیت ترجیح قربانی میتونم. ما بی قربانی رازه بستیم. دشمنی با پاکستان برتون پس از این سخت نخواد بود؟ دشمنی با کس نمی کنیم. ما حق خود میکنیم. حق ماست. ما از حق خود دیر نمیشیم. بریم بخیر. شمار زیاد به شمول من رئیس جمهور کرزی را تا درب دفتر کارش دنبال می کنند. هر کدام مطلب خاصی دارند. مثلا این آقا تسبیح به رئیس جمهور تحفه آورده است. و شمار دیگر در پی تصاویر یادگاری با رئیس جمهور کرزی. جوره صاحب را آقای جوره صاحب سرمون بکسه نده خیلی سید. محمد خان، الان جوره صاحب بگو بیا. جوره صاحب. در مورد عکس ها در افغانستان وقتی که از پست حکومتی چهره ها میرن آرام آرام دیگه نمیتونن سیاست و او ارزشی را که پیش مردم می داشته باشه باقی نمیمونه. چیزی که در 10 سال گذشته وزیر که روز وزیر می باشه این عکس ها بر شما این احساس نمیده که گویا شما هم میرین آرام آرام از قضای اصلی افغانستان به دور میشین؟ از رئیس جمهوری دور میشیم، با افغانستان با امراین دوالا و رفیقا خود زندگی خود ادامه میدیم. اما یه عکس گیری تغییر شما از یه عکس ها چی هست؟ طبیعیست که باید عکس بگیریم، عکس های یادگاریست. اما یادگار از روزایی که شما در قدرت بودین فرد اول؟ طبیعیستک، بریار از روزایی که در قدرت بودم، فرد اول مملکت بودم، رئیس جمهور بودم. فرد اول درست اصطلاح نیست، رئیس جمهور بودم. فرد اول هیچ وقت نبودیم. مردم افغانستان کلی که فرد اول هستند. ما دو جمله‌شون بودیم. ولی رئیس جمهور بودم. یک شوخی، شما هم گاهی علاقه داشتین که کسی را خوش می‌داشتین، در گذشته که می‌رفتین با ایشان علاقه می‌داشتین که عکس بگیرین. چیزی که رئیس جمهور شوم. در جریان ریاست جمهوری پیش از شما. ما موقعی پیدا که ما 22 ساله بودیم که آمدیم به جهاد دو گیردار تا بیمروز. هیچ عکسی یادگاری یعنی با او شوقا که موقعی پر اگرچه اتمن باید میداشتیم. این درست هست شما فوتو جورنالیزم خواندین یک روز؟ بله خواندیم. خودتان هم عکس گاهی میگیریم؟ نه دیر شده که نگفتیم ولی با یادم مانده. رازی او عکس رو عکس رو خلاص رو مورد چه خوده برای مورد چه خوده برای وی شو جور دیار اصل حکومتی نیست. شما نمیشناسید اصل حکومتی. میادم است کل مقرره و برطرف ها را می میگه تاوان سر ما بیش. کنار رفتن حامد کرزی شاید به میل شماری هم نباشد. مثلا اینجا پدر به روایت از فرزندش این گونه نبود حامد کرزی را تأسف بار می داند. ما بچه های دیده پنزم سیم کدید شه برای رالی ما تکشه نستی برای ویل ده کار ولی از منوس خوشم کم کار ول افغانستان شل کال نور رئیسات ضرورت رود مال دفع ده قانون ما ملد او تصمیر ریسه بودی بسید. این که رئیس جمهور کرزی چقدر پول و دارایی دارد پرسش است که به آسانی نمیتوانم پاسخش را دریابم. شنیدم که لحظات قبل فرم حکومتی ثبت و تصفیه دارایی های مقامات ارشد را خانه‌پوری کرده است. فرمی که نماد از پاکی و مفسد نبودن در حکومت بر رهبری او پنداشته می شود. تجربه در کشور ثابت ساخته است که زنده ماندن و سیاست کردن مستقیما رابطه دارد با توانایی مالی افراد. رئیس جمهور که بازنشسته می شود چقدر آمادگی پولی برای ادامه سیاست کردن در کشور فقیرش را دارد. رئیس امروز شما فرم تصفیه دارایی های تانک در 13 سال گذشته داشتین، خانه پوری کردین، امضا کردین، درست است؟ شما چقدر ماش داشتین در چند سال گذشته و سرمایه امروزیتان چقدر است؟ حالا ماش من نمی فهم که چقدر بوده. ماش که آمده رئیمی سه باز بوده به بعض برادارهایی که ما یوبیت داشتن و ضرورت داشتن باها داده
معاش امتیازی که برای ریاست جمهوری بودم را نگرفتیم هیچ وقت. ماهی 5000 دلار بودم نگرفتیم. و چیزی هم بوده که رئیم بسیار بهتر اطلاع داره. دوست برتان دو مورد دونا اطلاع میتن. چیزیش با اکثر سفید است. فاریاب. آقا. سپردم ایش مخلا. دیگه دارایی ندارم. هیچ. هیچ پول ندارین؟ دارایی قد پول 10000 دلار 15000 دلار در بانک دارم داره. از پیش از هفته 15000 بود دو چیه دو فرماز باز بکنه شامی فرمه چیز بکنه الان نیست که برو با شما میبینیم برادرهای شما یکی از سرمایه دارترین آدم های افغانستان شدن هم محمود خان افغانستان شما تو روزه که کار رو بناس که باید نماز دیکن مونده باید نماز دیکن پس از هر نماز شمار با عرایض و درخواست ها از رئیس جمهور کرزی او را گرد می کنند امام مسجد که درخواست جنرالی را از رئیس جمهور دارد رئیس جمهور این گونه به او توصیه می کند با شورای علما را چطور می کنید؟ همیش که هم جنرال باشم در شورای علما جنرالی و شورای علما را با هم برابر دیدی؟ وای دیدی جنرال در شورای علما میاد؟ ورا 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 که ایشا کرا میشه چیزی نداره سر اون بیا مو یک دورم گاه تصویربرداری مان باعث خلق تنگی رئیس جمهور کرزی نیز می شود احساس بچه‌ها دیگه ماروانی که ما از خود اختیارات داریم دیگه نکنیم افغانستان با به قدرت رسیدن حامد کرزی و سقوط طالبان در محور توجه جهان قرار گرفت. در 13 سال پسین نامدارترین رهبران جهان سفرهای به افغانستان داشتند و به همین گونه رئیس جمهور کرزی هم بارها به خارج از کشور سفر کرده است. روزهای اخیر کار و قدردانی از تشریفات و خدمات ریاست جمهوری. بسیار بامار خورد. بامار خواهیم بخیر باشیم تشکر تا دیدن سبا سبا هم بخیر میبینیم بازم میبینیم بازم میبینیم بره بخیر بره بخیر من میخواستم در مورد در قلم نان در غذاها شما چیره بسیار دوست دارین غذاهای وطنی را کلش دوست دارم ترکاری ما بسیارتر ترکاری خورست میجاتر تا سالای زیاد خور گوش نمیخورم باز ناجور شدم پاو کردم بسیار دو سال پیش باز تشخیصی شد که روتینی بوشیدم کم شدم سر زدم باز از مجبوریت ها رو میخوریم اگر دفعه گوشت باقی اون ترکاری با کشمه و ترم در ارگ چهار روز ترکالیست و سی روز گوشت است شما غذای دلخواه دارین مثلا آشک و منتو و قابلی پلا و چیزا رو آش گاه وقت هم در خانواده دیک فضیل دکتر صاحب بر شما یعنی دی 13 سال گذاشته بله یا آه چندین بار هر روز بخند که میکنم ما نرفتیم چند دار خانه بر نان کدام طرف بیدیم؟ کسی بیدیم؟ نانبایی؟ آل نوبت سپاسگزاری و خداحافظی با پایین رتبه‌ترین کارمندان ریاست جمهوری فرارسیده است. اجیران بخش خدمات که شامل نانپزان و آشپزان ارگ ریاست جمهوری می شود. تصاویر ضبط شده داریم که به دلیل مسئولیت این کارمندان و نزاکت‌های امنیتی و به درخواست رئیس جمهور از نشرش ابا می ورزیم. رئیس صاحب گریه کردن اینجا تعداد که شما میره خودتان هم چند بار گریه کردین در 13 سال گذشته دلیل چی بوده؟ 13 سال اینجا بودم کتم بلد بودم شناخت پیدا کردم خدا حافظم باشه بس میبینیم سباب خیر میبینیم پیش از رفتن سباب خیر میبینیم اینجا میمزی برا جان جور بتر جور باشی جور باشی جور باشی کل ما دیگه من سیدی سرا خوب آمی باشه بس شانی با خوبی
از اینا رخصت گرفتیم اینا دیستی از اصلا بسیار خیلی بودیم بسیار بردیم بردیم توبه اشت ما نوم و پیش توبه اشت ما نوم و پیش تبیدیم از دست از دست از دست هفته سی دفعه چار ساعت دو ساعت دو ساعت ما زر جای بارستان اینا نال پخته میکرم اینا او یا وقت یک روز قضا نشد یک روز یک ثانیه اونا وقت نشد بسیار میموندونی رئیس صاحب شما هم گریه کردین درست است به یاد من میآید که در یکی گفتین که امریکایی ها را نمیتونین موافق بسازین که بمباردمان هوایی نکنن پاکستان هم تروریست نفرستن چند بار گریه کردین در 13 سال با دلایلش چی بوده؟ دلایلش هم میخوام با درد ملت افغانستان ناتوانی ملی ما بوده زور نداشتیم اونا امریکا سر ما زور پاکستان کرده بود چل بود مردم با درد هدف که آمده بودم بود هدف که من سلامت کار نمی کردم خاطر دل ما دارم و شما به کشور 13 سال حکمرانی کردین که پشت و قتال هم به دلایل متفاوتی که شما هم یاد کردین بارها پایان نیافت و هزارها نفر گاهی هم در جنگ کوشش کنید که زود به چالا تالا ختم شد زود ختم شد ما برای حکومت آینده دست میتیم همکاری میکنیم که زود ختم شد باره بخیر باره که مهمان خارجی میبینیم تجربه تاریخی در کشور تا حال به گونه ای بوده که به ندرت واقع شده که زمامداران بدون جنگ و خونریزی از قدرت کنار برود. شام اخیر کار رئیس جمهور کرزی است. برای کسانی که طعم قدرت را نچشیدند این لحظات پایانی عادی و نرمال به نظر می رسد. منم با بیغمی تمام با پرسش از رئیس جمهور این شام را شاعرانه می سازم. شام اخیر کار رئیس جمهور کرزی به حیث رئیس جمهور منتخب مردم افغانستان و یک مهتاب نو برای دکتر اشرف غنی و دکتر عبدالله عبدالله به عنوان دو رهبر حکومت وحدت ملی افغانستان. بله ما آخرین شام کارتان به حیث رئیس جمهور است و مهتاب نو میشه. بله. تعبیر بله. شما چی است؟ به خیر افغانستان انشاءالله. به خوبی و خیریت و آبادانی وطن بود. علاقه دارین دوباره روزگار پس بر بگردین و رئیس جمهور افغانستان باشین؟ نه، کفایت میکنم. هیچگاهه؟ کفایت میکنم، کفایت میکنم. با دور خود پر کنم. با این حال باید که جوانای نوی روی کار شوند. رئیس جمهور نوی به افغانستان بیه. استعدادای نوی به کشور بیه. بس پر سر ما کاروان بزرگ جوانای کشور بیان و یه مملکت آباد بسازه. آبادتر. شام است که فردا مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید برگزار می شود. همه چیز اینجا آرام به نظر می رسد و اما واقعیت‌های سیاسی به گونه دیگر است. شرکای حکومت وحدت ملی به شدت در مورد چگونگی برگزاری مراسم تحلیف اختلاف نظر دارند. حامد کرزی به دیدار دکتر محمد اشرف غنی می رود. خواستم که در این تاریکی بار دیگر از فرصت استفاده کنم. این گونه از رئیس جمهور پرسیدم. رئیس ممکن است سوال آخره داشته باشم؟ بگین شما به شدت مقاومت نشان دادین در برابر امضای موافقت نامه امنیتی. بله. امروز من شنیدم که هرچند حکومت وحدت ملی با نفس امضای موافقت نامه موافق هست، اما این که کیم این سند امضا بکنه اختلاف شدید وجود داره. پس این تعبیر شده میتونه که حقانیت شما را نشان میداده؟ آره دیگه ما را تبصره نمیکنم. باش. گذشتن از اینجا برای من خط قرمز است. ما تنها به بخشای در این 5 روز اخیر دسترسی داشته ایم که رئیس جمهور کرزی مصلحت میداند. دو ساعت بیش برای برگزاری مراسم تحلیف باقی نمانده است. هنوز هم حامد کرزی کار میکند. شماری از شخصیت‌های جهانی که برای حضور در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید به کابل آمدند، با استفاده از فرصت سر به دفتر کار رئیس جمهور که قرار است تا 2 ساعت دیگر بازنشسته شود نیز میزنند. مثلا شهزاده آقاخان رهبر اسماعیلیه‌های جهان. یک پرسش که روی کرد حکومتتان در 13 سال گذشته با اقلیت‌های قومی و مذهبی چگونه بوده به باور خودتان؟ افغانستان
یک ملت است. دینج اقلیت و اکثریت نباید باشه و نیست. هر فرد این ملت صاحب است و صاحب فرد دیگر. هر خانه افغانستان اگر خانه فقط یک خانه باشه و یک خانه باشه و صاحب با تمام واقعی افغانستان است. پس اکثریت و اکثریت باید اقلیت باید ذهن و اصلا نباشه. تشکر سر. و سرانجام لحظات اخیر ریاست جمهوری حامد کرزی با دیدار معاون رئیس جمهوری ایران در حال پایان می‌یابد که 13 سال پیش با تفنگداران آمریکایی وارد این ساختمان شده بود. حامد کرزی تنها رهبر است که با این شأن شوکت از ارگ بیرون می‌شود. بدو روزا ایدوار رئیس جمهور افغانستان تو پیش دیگر رئیس نیست. آخرین لحظات خدا با کارمندایی که سالها اینجا برش کار کردن در 13 سال گذاشته خدافزی میکنن. چی شدن؟ از این رامد اوی چه واسه توز درستان درستان؟ با ما خیلی و جانشینش او را تا خانه امراهی می کند. رئیس جمهور افغانستان امی لحظه در حال برآمدن و ما هم بیرون شدن از ارگ هستیم با رئیس جمهور 13 ساله که دیگر رئیس جمهور متقاعد است. در افغانستان کمتر زمامدار فرصت یافته تا با چنین پذیرایی از قدرت بیرون بره. رئیس جمهور کرزی شاید خوشبخت ترین رئیس جمهوری بوده که تانست بدون خونریزی از این محل به دور شود. به خانه جدید حامد کرزی می روم تا از احساسات رئیس جمهور بازنشسته بپرسم. او اینجا هم مهمان دارد. ارشد ترین بردگام. خوش آمدم. سلام دکتر سر. بیان کنم سر. بیان کنم. سلام. بیان بیان. این طرف بیان. این طرف بیان. اینجا بیان. تشکر. اینجا بیان. بیان بیان. رئیس صاحب شما چی احساس دارین؟ پس 13 سال دیگر رئیس جمهور متقاعد هستین. بسیار خوش هستم. بسیار خوش هستم. این میستانی که شما میامدین. میرویس بچیم گفت بابا جان خوب شد. که اینال ما در موتر عادی بریم از موتر زیر گلاله به تنگ آمده. در یک تحول کرانیمه که میرویس در موتر عادی آن رفته میتر. آرزوی شد که در موتر عادی بره. اما فکر میکنین 13 سال حکومت شما تانست تامین امنیت به گونه بکنه که شما و فرزندتان بتانین با آسانی بگردین؟ نخیر. یکی از آرزوهای که با ما مردم افغانستان نرسیدیم همین بود. امیدوارستیم زود برسیم. دلائلش هم واضح است. در طبعه یعنی رئیسی همون چه بولیسی دیدیم شنیدیم دلائل
اختلاف بیرونی و دیگه ندار. دلیل افغانی ندار. قطعا دلیل داخلی ندار. رئیس مطلق بیرونیست. گامای بعدی چی خواهد بود؟ شما اگر من اشتباه نکنم دیدگاه متفاوت است. سن شما 56 ساله است، درست است؟ و آغازین سن سیاست کردن در افغانستان همی سن است. آینده سیاسی شما چی خواهد بود؟ شما آرزو دارین به قدرت بر بگردین؟ نه خیر. کفایت میکرم. من 13 سال رئیس جمهور افغانستان بودم. حال باید نسل نه وطن ما پیش آمده بره و اونا زمان مومور مملکت بدست خود بگیرن. جوان های تن رفته ما پیش آمده بیم. ما باید یک جوی آب زلال روشن روان باشیم، نه آب استاده. دوباره آمدن ما این به معنای استادگی و رکود است. نخیر، ابدا بخیر افغانستان است. میراث که شما باقی گذاشتین بر حکومت وحدت ملی به باور خودتان چی است؟ میراث های بسیار زیاد گذاشتیم. بیان کردیم، شما خبر داریم. اقتصاد بهتر، خزانه بهتر. زمانی که من 13 سال پیش شروع کردم ما فقط 180 میلیون دلار در خزانه خود داشتیم. حال خزانه مرکزی افغانستان، بانک مرکزی افغانستان در حدود 7 میلیارد دلار داره. افغانستان در سراسر جهان برقش به احتجاز درآمد. تاریخ ما، فرهنگ ما، کلتور ما، شناخت ما در جهان در میزه ماش به نمایش گذاشته شد. مملکت هم سایه خود شده سیاست، اگرچه در تعلیم و در اقتصاد بسیار فاصله دیگر هم داریم. یک کشوری با عزت شدیم. آزادی بیان همه خود امروز که زکر جمهور برای زکر جمهور سپرده میشه و پیشوری ملت افغانستان و نمایندگان بیرونی خودش یک دستاورد بسیار عظیم است. اما در مورد ناکامی هایتان هم شما گاه فرصت یافتین شمار بکنین؟ بسیار زیاد ناکامی داشتیم. نبود صلح یک ناکامی است، نبود امنیت یک ناکامی است و سرعتی که باید می داشتیم پیش می رفتیم به خاطر نامنی ها به سرعت نرسیدیم بود، خودش یک مشکل ما بوده. ولی در 13 سال و بعد از 30 سال جنگ و بدبختی چیز کشتن بسیار بزرگ است و ما و افغان ها باید به او خوش باشیم. رئیس صاحب در 13 سال گذشته شما را رئیس صاحب خطاب میکردن به دلیل هم که شما رئیس جمهور افغانستان بودین. پس از این چی خوش دارین؟ خطاب شاین رئیس صاحب یا علاقه دارین که هرچی که مردم خطاب کردن موسی است؟ شما مشکل ندارین؟ نه هرچی خطاب در جریان 13 سال هم گاه یک خطاب کردن گاه یک خطاب کردن. مردم کسی آمد رئیس صاحب گفت، کسی آمد کرزی صاحب گفت، کسی آمد پرسیده بودم از شما که وفادارترین همکارتان کی از شما گفتین همه امال دکتر صاحب اسمنتا و خورم صاحب است؟ همه گی است. این روز که از دفتر میبرام بودم شما دیدین که همه گی وفادار بودم. دکتر صاحب اسمنتا با یک خط فکری متفاوتتر در کنار شما در 13 سال کار کرد و خورم صاحب با یک دیدگاه متفاوتتر دیگه که یا یک برداشت دیگه. چگونه شما تانستین نیه یه تلفیق قبض بکنین؟ امروز شما نشنیدین از دکتر صاحب فاروق وردک که گفت که شما افغانستان خانه تمام افغان ها ساختید. خانه تمام افغان هاست، فکرهای مختلف، نظریات مختلف، با هم ششتن و با هم همکاری کردن کار کردن. این کامیابی بزرگ است و امیدوار هستیم به امید ترتیب پیش بریم. سپاسگزار هستم رئیس صاحب از بزرگواریتان. بسیار تشکر از وقتتان. و این گونه کار رهبر 13 ساله افغانستان به حیث رئیس جمهور کشور به پایان میرسد. میراث رئیس جمهور کرزی بیشمار است و به همین گونه او هم موافقین و مخالفین دارد. مستند ما به پایان رسید و حال نوبت شماست که وقایع 13 سال گذشته را در ذهنتان مرور کنید و قضاوتتان را در مورد حامد کرزی 56 ساله درج یادداشت‌هایتان بسازید. تا باشد در کنار این فیلم سند تصویر کننده امروز برای نسل‌های فردا شود.